سرخط خبرها، واکنش آستین به سرنگونی پهپاد آمریکا در دریای سیاه. کربی: روزها در هنگام پرواز در حریم بین المللی مراقب خود باشند. بشار اسد در دیدار با پوتین: از روسیه در مبارزه با نازیسم حمایت میکنیم. پوتین: آلمان همچنان در اشغال آمریکاست. برای ارتش اوکراین گلوله رایگان تولید نمیکنیم. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. واکنش آستین به سرنگونی پهپاد آمریکا در دریای سیاه. لوید آستین روز چهارشنبه در آغاز سخنان خود برای گروهی از کشورهای حامی اوکراین اعلام کرد که این حادثه خطرناک بخشی از الگوی اقدامهای ناامن، خطرناک و تهاجمی خلبانهای روسیه در حریم هوایی بین المللی است. وی ادامه داد: اشتباه نکنید، آمریکا به پرواز و عملیات در هر جایی که قانون بین المللی اجازه دهد ادامه خواهد داد. این برای روسیه ضروری است که هواپیمای نظامی خود را به شیوه امن و حرفه‌ای به پرواز درآورد. کربی: روس‌ها در هنگام پرواز در حریم بین‌المللی مراقب خود باشند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا، در ارتباط با سقوط پهپاد این کشور در آب‌های دریای سیاه اعلام کرد که آمریکا نظر به حادثه سقوط پهپاد آمریکایی MQ-9 در دریای سیاه، آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن، را از موضع خود در خصوص اینکه روسیه باید احتیاط بیشتری به خرج دهد آگاه کرده است. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN تاکید کرد: پیامی که ما به سفیر روسیه دادیم این است که آنها باید در پرواز در حریم هوایی بین المللی و نزدیک به دارایی‌های آمریکا دقت بیشتری صورت دهند. به ادعای کربی، نیروهای آمریکایی به روش‌های کاملاً قانونی در حریم‌های بین‌المللی پرواز می‌کنند و مأموریت‌های خود را در حمایت از منافع امنیت ملی آمریکا انجام می‌دهند. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شد که این روس‌ها هستند که باید مراقب باشند. روز سه‌شنبه، یک فروند جنگنده روسی با یک پهپاد آمریکایی MQ-9 بر فراز دریای سیاه برخورد کرده است. جنگنده روسیه از نوع سوخو-27 بود که با این پهپاد آمریکایی برخورد کرد. بر اثر این حادثه، پهپاد آمریکایی MQ-9 در دریای سیاه در غرب شبه جزیره کریمه سقوط کرد. بشار اسد در دیدار با پوتین: از روسیه در مبارزه با نازیسم حمایت می‌کنیم. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در کاخ کرملین بر حمایت کشورش از روسیه در جنگ اوکراین تاکید کرد و گفت: این اولین سفر من به روسیه پس از جنگ اوکراین است و مجدداً بر حمایت دمشق از مسکو در جنگ علیه نازیسم که غرب از آن حمایت می‌کند تاکید می‌کنم. وی ادامه داد: ملت سوریه از دولت و ملت روسیه به خاطر تعهدش در احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه سپاسگزار هستند. اسد ادامه داد: امروز بازگشت تعادل و توازن به جهان ضروری است. در غیر این صورت جهان به سمت انفجار و خونریزی و ویرانی پیش می رود. رئیس جمهور سوریه تصریح کرد: ما امروز از نتایج کار کمیته مشترک روسیه و سوریه خرسندیم و سفر امروز من مرحله جدیدی از روابط بین دو کشور را در همه زمینه‌ها باز می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز در کنفرانس مشترک با اسد اعلام کرد که متأسفانه ملت سوریه در معرض حادثه فاجعه بار زلزله که باعث تشدید رنج آنها شده قرار گرفت. وی همچنین گفت که روابط دمشق و مسکو تقویت می‌شود و میزان تبادل تجاری دو کشور افزایش پیدا کرده است. پوتین: آلمان همچنان در اشغال آمریکا است. رئیس جمهور روسیه از آلمان به عنوان کشوری که همچنان تحت اشغال است یاد کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز اعلام کرد که واکنش آلمان به انفجار در خطوط لوله گازی روسیه ثابت کرد که این کشور چندین دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم همچنان یک کشور اشغال شده است و نمیتواند مستقل عمل کند. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی روسیه‌ای گفت که سران کشورهای اروپایی احساس حاکمیت و استقلال خود را از دست دادند. پوتین یادآور شد که کشورهای غربی نظیر آلمان به تحقیقات مربوط به انفجارهای سال گذشته در خطوط لوله گازی نورد استریم با احتیاط واکنش نشان دادند و اعلام کردند که انفجارهای مذکور عمدی بوده است. با این حال این کشورها از اشاره به اینکه چه کسی مسئول انفجارها بوده امتناع کردند. رئیس جمهور روسیه
تأکید کرد که مسئله این است که سیاستمداران اروپایی به طور علنی اعلام کردند که حتی پس از جنگ جهانی دوم آلمان هیچگاه یک کشور کاملا مستقل نبوده است. پوتین یادآور شد که اتحاد جماهیر شوروی زمانی نیروهای خود را از آلمان خارج کرد و به اشغال این کشور پایان داد، اما همونطور که مشخص است در مورد آمریکایی‌ها این گونه نبود. آمریکایی‌ها همچنان آلمان را تحت اشغال خود دارند. برای ارتش اوکراین گلوله رایگان تولید نمی‌کنیم. شرکت اسلحه سازی راین متال آلمان اعلام کرد دیگر رایگان برای ارتش اوکراین گلوله تولید نمی‌کند. دولت آلمان اخیراً از این شرکت خواسته ماهانه 250,000 گلوله رایگان برای اوکراین تولید کند. آرمین پاپرگر، مدیر اجرایی شرکت راین متال، در این باره گفت: ما دیگر از جیب خودمان خرج نمی‌کنیم و تا زمانی که دولت پول پرداخت نکند چیزی تولید نخواهیم کرد. راین متال از شرکت‌های مهم اسلحه سازی در آلمان و تولید کننده تانک‌های لئوپارد 2 است. روزنامه اشریپگل آلمان هم هفته پیش به نقل از منابع آگاه اعلام کرد شرکت راه آهن این کشور تصمیم گرفته از اوایل سال میلادی جدید ارسال و انتقال رایگان کمک‌های بشردوستانه به اوکراین را متوقف کند. شرکت راه آهن آلمان فوریه پارسال و همزمان با آغاز درگیری‌ها در اوکراین اعلام کرد کمک‌های بشردوستانه را رایگان به اوکراین منتقل می‌کند و در یک سال گذشته این کار را انجام می‌داد. بنابر گزارش اشریپگل، راه آهن آلمان از پارسال اول ژانویه بیش از 1300 کانتینر حاوی مواد غذایی، محصولات بهداشتی، تجهیزات تصفیه آب، ژنراتورها و ویلچرها را از طریق راه آهن و جاده به اوکراین منتقل کرده است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.